چی میگی؟ گفت ببینم چند سال سلطنت کردی؟ گفت 7 سال. بسته بس این داشت نوزر کشت. به تورانی ها گفت حالا موقع حمله است. آقا خبر رفت به پیش آبوریا و کاویانی ها که نوزر کشته شده، حالا عباسی ها میخواد حمله کنه، ما اولا هم ناموس و شرف همون دفاع کنیم. دقت کنید داستان شیرینیش به اینجاست. یه عده ای رای دادن به نام زال ترشینه به تر زال قبول نکرد، کودرش قبول نکرد. چنین دید کودرش یک شب به خواب جرد بیا اومد به ایران پرانیا. کودرش خواب دید صبح به زال میدونین چی گفت؟ گفت به پشت فریدون یل چی بابا یکیش نامداری با عدل و داد، یه نفر باید بره قباد رو بیاره، اگه لشکر سلم و تور برن نمیتونن، این قرعه به نام رستم تر شد. حالا نه البرزگو رو بلده، نه قلعه رو بلده، برکت زاغ و پسرم باید بریم به البرزگو قباد رو بیاریم. گوله پدر من قباد ندیدم، بلند کوتاه سیاه‌پوست سفیدپوست من قباد ندیدم. گفت یه نشانی داره خوش بکت بچه یه خال بزرگه، این نشانی فریدونی هست، باید بریم قباد بیاریم. گفت خب حالا من میرم، اما پدر من یه اسب میخوام، من مرکب ندارم، من یه اسب میخوام تو جنگ و تو بیابون و دشت و تو مثل اوهاب بپره. زال گفت اسبا رو بیاریم، گله هر چه بودش به زاولستان بیاورد بهریز کابلستان اسبا میرم برای سراغ یه اسب رستم دید. گفت همین رو بیدیم جلوش گرفتن عبور دانشمندی که رستم رستم این دست گذاشت اینجا یه این اسب یک جور قوت این اسب اینطوری شد، هر اسبی که رستم کشیدش به پیش به پشتش بیفشد به این دست خیش، ز نیروی او پشت گرد روی خم نهادی به روی زمین برشکم کمرش میشکرد. رستم گفت اینا به درد من نمیخوره، من یه اسب میخوام فلافل حالم باشه. یه پیرمرد اومد به زال گفت من لب مست تو ایدی اطلاسیا یه مادیون دیدم، عقب اون مادیون یه کره است، اون کره به درد نمیخوره. کودر برام روحان زنگه خود رسلم با لباس مقدم اومدن از لب مرز بهران لب بار با کودرد یه خود دوست بود. کجا؟ گفت ما میخواییم بریم برای گردش و تفری امشب امان تایید. آقای او همه خوابی در اما رسلم اگه خوابش میبره اولا صبح کشان شد بهران لنبان اصلا دارم برای چرا اصلا همین یکی ماهیان چیز بگذرش خنگ برای چون برای شیر کوتاه و لنگ پشت یه ماهیان یه کره دید
سه رستم همان ماهیان داغدی کمند پیانی همی بکشید دین دسته به گردن اون پس به رستم چنین داد چوبان دیگه که ای بهتر از به کسان را مگی این از خواهد داره رستم گفت صاحبش چیه؟ گفت اون موقعی که مادر این میخواست این کلده به دنیا بیاره یه پیره من یه دستی به این کلده کشید گفت یه دلاور باید سوار این بشه اسمش رستمه ششصد و هشتاد سال باید برای این کشور شمشیر بزن خداوند وی را ندانیم کس همین رخش رستم خانی بودست اسمش رخش رستم یکی بابا های برنام خودشه رستم چند آمده شد سیاه چشم و گوربرش و گاوتان چمند آماده شد افتاد اینجا یک رخش رخش سر دخ آس هیست پنره بلا رستم یچ هرچش دست این زبان بسته گیت شد کشیدش به برو دست کشیدش به سر و سینه و گوش و دومای آورش گفت زین بیارید زین گذاشت به بردش نهمیز دیم رستم دیگه زمین رو نمیبینه رسید به کوه و به کوه برسه خودش را میسته از این پایین دید مثل اقاب داره میدالا برش شبون آقای اون دیمون این رشتی ها مرد میخواهم که بار قرم کشم رشت میخواهم تنه رستم کشم اگر من الان بخوام این داستان رفتن رستم به عقب قباد بخوام زنجیروار برم جلو نچاه میشم داستان های نقالی همش یه طرف ست داستان یه طرف یکی شیرش یکیش جنگ فرامرزه یکیش نبرد سراخ ولی این داستان رفتن رستم عقب قبا نقال کش باشه توجه داریم که صلوات ما رو مهمون کنیم اللهم صل علی